به راستی که خون اشرف و موسا در رگ‌های تمامی مجاهدین و همه رزمندگان ارتش آزادی بخش در جوشش مداومه. بدون اون فدیه‌های عظیم رسیدن به قله‌ها و فرازهای بعدی و حل و فصل مسائلی که بعداً از نظر سیاسی و تشکیلاتی و ایدئولوژیکی برای ما و انقلاب نوین مردم ایران حل شد غیر ممکن بود، به خصوص اگه شقاوت و دجالیت بی حد و حصر دشمن ضد بشری رو اون هم در این ابعاد غیر قابل توصیف در نظر بگیریم، به نحوی که حالا ما با وضوح بیشتر و با درک عمیق تری به این حقیقت ناب ایدئولوژیک پی میبریم که پنجه در پنجه شدن با دجالیت خمینی و به زمین زدن ایدئولوژیکی و اجتماعی و سیاسی این مهیب ترین نیروی ارتجاعی تاریخ ایران امکان نداشت و میسر نبود مگر با پرداخت چنین فدیه های عظیمی و با برخورداری از طاق بالا بلند ایدئولوژی و فلسفه انقلابی توحید که اون رو در راستای رهایی و تکامل تفسیر و تبیین میکنه. رسالتی که در شرایط ویژه ایران به طور تاریخی بر عهده مجاهدین و ایدئولوژی پیشبرنده اونها بود که در صدر محور انقلاب و ترقی در این دوران در ستیز تمام عیار با ارتجاع خمینی و در فدای تمام عیار برای آزادی تعریف و شناخته میشه، چرا که بدون یک ایدئولوژی پیشبرنده انقلابی هرگز نمیشه یک سازمان و جنبش انقلابی داشت. ارتجاع که تفکراتش اساساً بیشه در فرهنگ فودالی داره و به اصطلاح ما در روابط احزاب رعیتی باید ریشه افکارون رو رسیدو کنیم، سعی میکنی که نشون بده که اساساً زن در پیشرفت جهان هیچ نقشی نداشته و وظیفه اون فقط منحصر به بچه‌داری و خونه‌داری و توی خونه موندن و انجام یک کارهایی از قبیل آشپزی و خونه‌داری و خیاطی و بافندگی و بالاخره هر کاری که بشه توی خونه انجام داد. این مسئله کاملا روشنه که زنی که وارد عرصه اجتماعی میشه و در محیط بسته خونه بمونه با کدوم آگاهی های اجتماعی و سیاسی قادر خواهد بود فرزندان مناسب به جامعه تحویل بده. مجاهدین هستند، خواهی نخواهی هستند، و اگر هم کسانی خواب و خیالی در سر داشته باشند ما قادریم و حاضریم قاطعانه به آنها بگوییم که نه، اشتباه میکنید، مجاهدین را نمیشود از بین برد. ممکن است ما را بکشید، ممکن است ما را زندانی بکنید، اما نه، مجاهدین از بین رفتنی نیستند. مگر گذشته نشون نداد؟ این فکر باقی ماندنی است چون حق، این فکر جای خودش را در جامعه و تاریخ باز خواهد کرد. این پرچم اگر هم امروز از دست ما بیفتد دست دیگری حتما اون را برخواهد گرفت. پس ما حق داریم امیدوار باشیم، ما حق داریم از مشکلات و خطرات نهراسیم،
و از اونها استقبال کنی. ما حق داریم بر توطئه ها و توطئه چین ها نیشخند. مال شما. به این نکته ایمان داشته باشید، یقین داشته باشید که آینده مال شماست، آینده مال انقلابیون است. نیروهای میرا از صحنه حذف خواهند شد. پیروز باشید.